سلام، برنامه لایو نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. اینجا من عطیه نیکنفس هستم، به همراهی میلاد رسایمنش با شما هستیم. موضوع امشب ما مرسالاری اسلامی چیست؟ مهمان عزیز برنامه ما ایمان سلیمانی امیری هستند که معرف حضور همه شما هستند. میتونین ما رو به تماشا بنشینین از صفحه فیسبوکمون، کانال یوتیوبمون، کانال توییچ نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی و همچنین میتونین ما رو بشنوین از کانال تلگرام نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. میتونین مثل همیشه در کامنت ها نکته نظرات و سوالاتتون رو برای ما بنویسین، به سوالات مرتبط با موضوع برنامه به همراهی مهمان عزیزمون پاسخگو خواهیم بود. خیلی خوش آمد میگم به ایمان سلیمانی امیری. ممنون که با اینکه در سفر بودین قبول زحمت کردین و دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتین و به همین دلیل ما امشب ایمان سلیمانی امیری رو فقط میتونیم بشنویم بدون تصویرشون رو داریم، برای که ایشون در سفر هستن. خب من فکر میکنم که خوبه که الان آغاز بکنیم ما سوالاتمون رو و در مورد پیرامون همین موضوعی که برای امشب هست، مردسالاری اسلامی چیست. اینکه حالا میخوام بدونم که کلن به نظر شما اصلا اسلام دین مردسالاری هست؟ اگر اینطوره به نظر شما چرا؟ بفرمایید. با درود خدمت دو دوست بسیار نازنین و گرامیم، میلاد رسایی منش و سرکار خانم عطیه نیک نفس. خوشحالم که در خدمت شما هستم. عرض ارادت خدمت یکایک شنوندگان و بینندگان تلویزیون اکس مسلم اسکاندیناوی. طبیعتا ما تفکراتی که در گذشته در درون جوامع شکل می گرفت رو نمیتونیم به شکل انتزاعی نگاه بکنیم، چون بسیاری از این اعتقادات و باورها در جامعه شکل می گرفت و توسط افراد اون جامعه پرورش پیدا می کرد و پرورانده می شد. ادیان و بسیاری از تفکرات فلسفی همچنینن، یعنی شما چه بسا فیلسوفی ببینید با اینکه اندیشه های مترقی دارد، ولی در لابلای سطرهای فلسفه او هم نوعی نگاه بومی یا نوعی نگاه خاص اون جوامع رو میتوانید ببینید که مورد پسند امروز نیست. ادیان ابراهیمی خاص دین اسلام هم از این امر مستثنا نیست. اسلام در درون جامعه شکل گرفت که یک نوع نظام قبایلی در اون وجود داشت و با اینکه حقوق زنان در همان نظام قبایلی تا حدود بسیار اندکی به رسمیت شناخته شده بود و ما نمونه و مصادیق متعددی از زنانی داریم که حتی به عنوان بزرگان قبایل مورد شناختگری واقع شده اند، اما جامعه مرد سالار بود، چون نوع خاصیت کارکرد اجتماعی آن زمان ایجاب میکرد که مردان به عنوان یک نیرو و قوه محرکه اساسی کیان خانواده و قبیله رو به دوش بکشن. خب طبیعتاً بسیاری از احکام یا رسوم و عادات آن جوامع به عنوان آن چیزی شناخته شد که مردان به عنوان شیوخ قبیله اون رو در درون جامعه قبایلی رسمیت داده بودن. به عنوان مثال وقتی شما به قوانین ارث در اسلام نگاه می کنید، به خصوص در بخشی که تفاوت میان دختر و پسر رو به رسمیت می شناسه که در آیات 11 تا 14 سوره نساء هم آمده، میراث پسر دو برابر میراث دختر هست. خب این چگونه ایجاد شده؟ طبیعتاً در اون جامعه افرادی مثل عامر ابن جشم یا ذوالمجاسد نخستین بار این رو وضع کردن، یعنی به پسر خودشان بنابر آن کارکرد یا حبی که داشتن دو برابر سهم دخترشان دادن. بعدها وقتی این رسم تبدیل شد به یک رسم عمومی در میان اعراب، وارد قرآن شد، به عنوان یک حکم امضایی به رسمیت شناخته شد. اگر امروز از یک مسلمان سوال کنید شاید فکر کنه نه، این رو به خداوند یا الله بنابر آن حکمت بالغه خودش فرستاده، در حالی که سوابق این مسئله نشان می‌دهد که چنین نیست، بلکه کاملا یک رسوم قبایلی است. در کنار شاخصه قبایلی بودن که مرد سالاری رو ترویج می‌کرد،
با این که این نکته رو هم داخل پرانتز عرض کنم، برخی قبایل عرب نامهایی داشتند که نشان از مادر سالاری هم در اونها بود، مثل غزائه، خزائه و قبایل دیگر. اما رفته رفته به خاطر کارکردها مرد سالار شد. در کنار این رسوم قبایلی مرد سالار، اسلام وارث دو دین دیگر هم شد، یعنی یهودیت و مسیحیت، که اونها هم یک نگاه ذاتگرایانه به زن و مرد داشتند. یعنی شما اگر به سفر پیدایش در تورات نگاه بکنی، اساساً خلقت حوا به عنوان یک زن زمانی موضوعیت پیدا میکنه که قبل از آن مرد باشد، حوا برای تمتع جنسی یا آرامش مرد آمده باشد، و در واقع اگر مرد نمی بود حوا هم نمی بود، یا اگر آدم نمی بود حوا هم نمی بود. و بعد می‌بینید که در همان داستان‌های تورات یک نوع نقصان عقل یا فریب خوردن زنان یا ساده لوحی و بسیاری از حالا بگیم رذائل یا نقایص رو به زنان نسبت می‌داد. خب این دید اسانسیالیستی در درون تفکری که مرد سالار بود و زن رو به عنوان کسی که باید مورد حمایت، نگهبانی و پاسداری قرار می‌گرفت به رسمیت میشناخت وارد اسلام شد، دیگر شما با یک دینی روبرو بودید که هم از رسوم قبایلی و هم از ادیان دیگری که به میراث برده بود یک نگاه ذاتگرایانه نسبت به زن و مرد داشت و یک نگاه کارکردگرایانه نسبت به زن و مرد ایجاد کرد. به همین دلیل در جای جای آیات قرآن شما به عنوان مثال میبینید که در آیه 228 سوره بقره به عنوان نمونه به صراحت مردان رو از نظر درجه از زنان بالاتر میبینه، یعنی میگوید رجاله علیهن درجه، مردها از نظر درجه از زنها برترن. یا آیه 34 سوره نساء که دیگر معروفه، الرجال قوامون علی النساء، یعنی همه مردان قیمومیت و سرپرستی زنان رو به عهده دارن. خب در درون چنین تفکراتی ذیل اون وقتی ما وارد احکام جزئی می شویم، می بینیم که این نگاه مرد سالار حاکم در درون اون جامعه به درون خانواده رسوخ کرده. در سطح اجتماع هم شما می توانید یک نظام مرد سالاری رو ببینید که مناسب اجتماعی، مناسب حکومتی، مناسب لشکری رو تحت تصرف خودشون خواهند گرفت، یعنی فرصت نابرابری هم طبیعتاً به وجود خواهد آمد. این است که طبیعتاً در اسلام به واسطه سابقه یک نگاه تثبیت شده مرد سالار وجود داره. من عرضم تمام. ممنون از توضیحاتتون. خب حالا با اگه میلا جان شما سوال نداری من خودم سوالم رو بپرسم. من سوال دارم ولی سوالتو بپرس بعد من. نه خب من میخوام برم وارد بخش بعدی بشم. خب بذار من سوالم بپرسم. تا اینجا سوال داری بفرمایید. آره مرسی. اولا سلام میکنم، ایمان سلیمانی بسیار عزیز، بسیار خوشحال هستم که مجدد شما رو تو برنامه داریم، همچنین مخاطبین عزیزی که برنامه رو دارن به صورت لایو نگاه میکنن و بعد به صورت ضبط شده برنامه رو خواهند دید. من در حقیقت نکته‌ای که میخوام بگم و دوست دارم نظر ایمان رو جویا بشم به این شکل هستش که ببینید مثلا اسلام وقتی که ظهور میکنه در شبه جزیره عربستان یه سری تغییراتی رو به نوعی شاید حتی بشه گفت تغییرات بنیادین رو در زندگی اعراب اون منطقه ایجاد میکنه. مثلا من بخوام مثال بزنم، به صورت بت پرستی چند خدایی رو تبدیل میکنه به یکتا پرستی و الله پرستی که الله قابل دیدن نبوده، که خب این یک تغییر بزرگ بود. حالا میشه مثالای دیگه هم زد. منتها در بحث حقوق زن و برابری جنسیتی بین مردان، زنان، همجنسگرایان و غیره میبینیم که نه تنها اقدامی نمیکنه بلکه حتی شاید تفکراتی رو بست و گسترش بده که عمیقا مردسالار، ضد زن، ضد همجنسگرایان و ضد کودک هست. نکته‌ای که من دارم و شاید سوالی که من دارم اینه که به طور مشخص، چون برسات ما این رو خیلی میشنویم که اسلام مرد سالار نیست، کسانی که حامی برسات اسلام هستن یا روشنفکر دینی هستن یا به درجات حالا میخوان دفاع بکنن از تفکرات اسلامی، این رو میگن که برسات در اون مقطع زمانی اسلام اومده، برای زمان خودش هم خوب بوده، شاید نمیتونسته تغییرات شکل بیاره و با توجه به روحیه و جوهره‌ای که در اسلام ما می‌بینیم نمی‌تونیم این ادعا رو بکنیم که اسلام مرد سالاره.
دستش بسته بوده در اون مقطع زمانی، نمیتونسته خیلی تغییراتی رو بر صورت رادیکال در جامعه ایجاد بکنه. چقدر شما به عنوان یک اسلام شناس درجه یک که به زرس قاطع در فضای سیاسی ایران ما مثل ایمان سلیمانی امیری نداریم، یا اگر داریم خیلی انگوش شمار داریم، چقدر این گزاره رو میپذیرید؟ آیا واقعا دست اسلام برای اینکه مرد سالار نباشه بسته بوده، و یا مثلا اسلام یک دین فمینیستی در اصل خودش به حساب میومده یا نه؟ خب میلاد عزیز، نیاز هست من یک سابقه ای رو که بارها هم عرض کردم اینجا هم عرض کنم. نخست این که همون گونه که من پیشتر عرض کردم، جامعه عرب یک جامعه قبایلی بود، یعنی شما با یک ساختاری اجتماعی که در اون یک حکومت رسمی وجود داشته باشه به عنوان یک دولت یا حکومت، که یک دین رسمی داشته باشه که سعی بکنه از اون پاسداری بکنه و مردم رو مجبور بکنه که متبع باشن نسبت به آن دین، سراغ ندارید. هر قبیله خدای خودش رو داره، در درون اون نظام قبایلی قوانین تثبیت شده لایتغیر و لایتبدل وجود نداره، کما اینکه با رفتن یک شیخ و آمدن یک رئیس دیگر قبیله برخی قوانین تغییر پیدا میکرد. یعنی یک سیالیت و پویایی در درون اون جامعه وجود داشت. بنابراین دورنمایی وجود داشت که اگر هزار سال میگذشت، چه بسا این قبایل به واسطه رفت و آمدها با سرزمین‌های دارای تمدن میتوانستن آراء اونها رو اخذ بکنن، دیدگاه‌های اونها رو به وام بگیرن و اجرا بکنن، کما اینکه برخی از این قبایل هم پیشرفته‌تر بودند، برخی قبایل دیگر نگاه بدوی‌تر داشتند. اما در همان نظام قبایلی ما زنانی رو میبینیم که بر اساس لیاقت و توانایی می توانستند به مدارج بالا برسند. نخست این که شما در اون جامعه با این که حقوق زن و مرد برابر نبود، اما الهگانی رو می دیدید، خدایانی رو می دیدید که نام زن داشتن. حتی در قرآن به صراحت برای خداوند که موجود متعالی برای اعراب هم بود، دخترانی رو پیش بینی کرده بود. خب هیچ کس نمی آید به خدای خود چیزی کم ارزش رو نسبت بده، همیشه بهترین ها پیشکش خدا میشه. و این نشان میده وقتی اعراب دختران خدا مثل لات، منات، عزا و اینها رو میدادن، برای دختران یا زنان ارزشی هم قائل بودن. از طرف دیگر در مناسبات اجتماعی هم ما نام زنان برجسته‌ای رو میبینیم. به عنوان مثال شما در قبیله بنی تمیم اگر نگاه بکنید، که اتفاقاً افرادی مثل قیس ابن عاصم که یکی از کسانی بود که دختران خود رو زنده به گور می کرد، سجاح رو می بینید، یعنی ام صادر بنت اوس رو که به مقام نبوت می رسه پیروانی پیدا می کنه. شما ام قرفه رو می بینید که از بنی فزاره هست و به عنوان یکی از زنان برجسته یک قبیله بدوی بنی فزاره شناخته می شه. این را در قریش حتی داستان دگرگونه هست. شما زنانی رو می بینید تاجرن، یعنی با اموال خودشون کسب ثروت میکنن، که خدیجه یکی از میانمایه ترین تجار بود. شما حنظله مادر ابوجهل رو میبینید بسیار ثروتمند بود. حناس مادر مصعب ابن عمیر رو میبینید دارای ثروت بود. در همون جامعه عرب شما زنانی رو میبینید که پیمان نامه ها به اونها سپرده میشد به عنوان امین، همان امینی که بسیار از مسلمانان به عنوان محمد امین این رو جز فضائل محمد میدانند. در درون اون جامعه ام جلاس خاله ابوجهل چنین نقشی رو داشت، یعنی پیمان نامه ها نزد او بسته می شد. افراد از اینکه خود رو به مادرانشان منسوب بکنن ابایی نداشتن. به عمر ابن خطاب می گفتن ابن حنتمه، به نوفل می گفتن ابن ادوی، به ابوجهل می گفتن ابن حنزلیه، و اینها نشان می دهد که زن در اون جامعه دارای نقش برجسته‌ای بود. یکی از کسانی که توسط پیامبر اسلام ترور شد اسماء دختر مروان بود، زن شاعره‌ای که در مدینه بر پیامبر انتقاداتی داشت. پس اینها جایگاه‌های برجسته‌ای رو می‌توانستند کسب بکنند. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم با آمدن اسلام وضعیت زنان بهتر شد، اما شواهدی رو داریم که به ضرس قاطع نشان می‌دهد که با آمدن پیامبر اسلام زنان از فعالیت‌های اجتماعی من شدن، به نحوی که حتی مسافرت رفتن اونها بدون وجود یک محرم یا همسران آنها مقدوع نبود. یعنی این روایات وجود داره که زن حق نداره بیش از یک، برخی روایات دو، برخی روایات سه روز
از خانه بدون محرم مسافرت بکنه. زن حق نداره نسبت به اموال خودش به غیر از اون دیون واجبه چیزی رو پرداخت کنه مگر با اجازه شوهر. این نوع رفتارها رو ما وقتی میبینیم نشان میدهد که اصلا بحث دست بسته بودن اسلام نیست، بلکه اتفاقا اسلام آمد زنان رو در یک حجاب مستور کرد و به نوعی سعی کرد اونها رو از مناسب اجتماعی دور نگه داره. حتی اگر زنی وجود می داشت که اندکی تمایل به اقدامات اجتماعی داشت مثل عایشه، بارها از سوی مردان مورد شماتت قرار گرفت که پیامبر اسلام خواسته شما قرین خانه هایتان باشید یا عمود خیمه دین با فعالیت زنان برپا نمی شود. این است که با آمدن اسلام حتی آن بخشی از قوانین یا رسوم میان اعراب که اندکی هم به نفع زنان بود کاملا از اونها گرفته شد و به هر حال شما میبینید که اسلام امروز با آن قوانین تثبیت شده ای که دیگر پویایی خاصی نداره نسبت به زنان این اجحاف رو مقرر کرده. من عرضم تمام. مرسی از توضیحاتتون. با توجه به توضیحاتی که تا اینجا ارائه دادین، خب چقدر حالا تفکرات اسلامی و یا قوانین اسلامی چقدر دست افرادی که متعرض هستن به حقوق زنها رو باز گذاشته برای اینکه خشونت اعمال بکنن در این زمینه و یا حقوق این زنها رو به نوعی نشناسن، به رسمیت نشناسن و به خودشون اجازه بدن که اعمال خشونت بکنن؟ خب طبیعتا دست بسیاری از افراد باز میشه. ببینید سعدی یک حالا بیتی دارد که میگوید زباغ ملک در واقع، یعنی زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. وقتی شما نگاه بکنید که سردمداران اسلامی انواع و اقسام روایاتی رو در مذمت زنان، چه در حوزه عقلانیت چه در حوزه جسمانیت به کار میبرند، طبیعی است که مردم عادی یا افراد عادی هم دست بازی برای سوء استفاده پیدا بکنند. خب ما همون گونه که عرض کردم در درون اون اسلام اولیه که در مدینه بود یک دستگاه حکومت تثبیت شده به اون معنا نداشتیم. وظیفه نگهداری از زنان یا فرزندان به عهده پدران به عنوان رؤسای خانواده گذاشته شده بود. شما اگر به آیه 6 سوره تحریم نگاه بکنید به صراحت اشاره میکنه که خود و خانواده خودتون رو از آتش جهنم دور نگه دارید. خب آیات امر به معروف و نهی از منکر هم که به وفور در قرآن و روایات آمده، این دست بسیاری از مردان رو باز میگذاشت و میگذاره که بنابر مؤلفه ها یا گزاره هایی مثل غیرت، ناموس، حفاظت از کیان خانواده، حفظ آبرو و ارث وارد عمل بشن و اگر رفتاری رو از دخترشون یا از همسرشون نمیپسندن با شدت بسیار زیادی برخورد بکنن و بعد مدعی بشن که در راستای ایمان و آن عمل صالح دارن اون کار رو انجام میدن. خب این نوع رفتارها بعدها در قانون هم به رسمیت شناخته میشه. شما وقتی برای پدر حق ولایت قائلی، اینجا کار رو دچار مشکل میکنه. خب بله، دوست بزرگواری اشاره کرد ملک سباق رعیت خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. در واقع اینجا ما میتوانیم به این نکته اشاره بکنیم که ولایت پدر و مالکیت پدر بر فرزندان خودش، یعنی انت و مالک لابیک، نشان می‌دهد که پدر انقدر دست بازی در مورد فرزندان خودش داره که میتونه در اموال اونها تصرف بکنه، نسبت به حالا تنبه و تنبیه فرزندان خودش دست بزنه و این حق ولایت او رو هم از قصاص مسئول نگه می‌داره. حالا من مخالف اعدام هستم، ولی روی سخنم این است که این نوع رفتار میتونه اسباب دشواری‌های متعددی رو در جامعه ما فراهم بکنه که یک پدر حتی دختر بزرگ خودش رو که حق تصمیم گیری نسبت به زندگی خودش داره هم تحت سیطره خودش بگذاره. از طرف دیگر با توجه به اینکه زنان در درون روایات اسلامی عورت نامیده می شوند یا محدودیت خاصی بر زندگی و فکر اونها وجود داره، مردان رو به عنوان نگهبان اونها در نظر گرفته. ما روایات متعددی رو داریم که زن حتی اختیار جسم خودش رو هم
برای حالا مسائل جنسی نداره. یعنی وقتی زنی تمایل به رابطه جنسی با شوهرش نداره، بنابر روایات پیامبر اسلام مورد لعن قرار میگیره. خب با چنین تفکری میبینیم که مرد حاکم بر اختیار زن هست، حاکم بر جسم زن هست و میتواند او رو به هر نحوی که خودش میپسنده، البته نه به معنای اینکه بخواد او رو کتک بزنه با اون شدت و حدت و اینها، نه، به آن اندازه‌ای که دیگر می توانیم بگوییم عملا آن زن یک اختیار برابر یا تمام و کمالی نسبت به مرد در درون خانواده نداره به حساب میاد. این است که ما در قوانین مدنی خودمون هم این رو به عنوان حالا یک روشی که خانه اداره بشه، خانواده اداره بشه، به رسمیت شناختن که ریاست خانواده از خصائص شوهر است و خب طبیعتا در این ریاست مرد می تواند گاهی دست به اعمال برخی خشونت ها هم که چه بسا مجوز شرعی داره هم بزنه. ما پیشتر هم عرض کردیم حتی پدر میتواند نسبت به تنبه و تنبیه کودک خودش هم اقدام بکنه زمانی که به حدود 8-9 ساله رسیده، برای اینکه وضو رو یاد بگیره، نماز رو یاد بگیره، و این یک نوع تکلیف شرعی بر پدر هست که بتواند کودک خودش رو هم حتی دا افکار اعتقادی خاص خودش بار بیاره. خب اینها به نظر من زیبنده یک انسان امروزی و جهان امروزی نیست که بخواهد چنین ریاستی رو بر کودکان خودش اعمال بکنه بدون اینکه صلاحیت حتی لازم نسبت به این مسئله رو داشته باشه. من عرضم تمام. ممنون از توضیحاتتون. امیلا جان شما سوالی دارین بفرمایین که من وارد بخش بعدی بشم. من نکته‌ای که میخوام بگم نظر هست به یعنی مرتبط هست با کامنتی که مخاطبمون سعید دنیرو مطرح میکنن، چیز بدین کامنتش هم نشون بدم. ببینید در چند روز گذشته ما دو خبر داشتیم در فضای سیاسی ایران، یکی این که پدری دختر خودش رو به آتیش کشید، حالا بس نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، به هر صورت آنر کیلینگ، نوعی قتل ناموسی شاید بشه اسمش رو گذاشت بود، و یه ویدیوی دیگه منتشر شد از یک زن ترنسی که چاقو خورده بود و خونریزی میکرد، در حینی که خونریزی میکرد از خودش فیلم گرفته بود و از مصائب خودش میگفت، یا کارگر بوده از محل کارش میده و از درد و رنجی که به هر صورت متحمل میشه در جامعه ایران داشت از اون صحبت میکرد، در حینی که از بدنش خون میمد. بسیار ویدئوی تکان دهنده و ناراحت کننده ای بود. ما بارها میشنویم که به هر صورت اگر تعرضی نسبتی به یک فردی صورت میگیره، یعنی مثلا پدری که دختر خودش رو آتیش میزنه یا دختر خودش رو میکشه و یا فرزند همجنسگرای خودش رو به قتل میرسونه و یا یک فردی که همجنسگرا هست، ترنس هست، مورد خشونت قرار میگیره در جامعه، یا زنان سیستماتیک مورد خشونت قرار میگیرن، افرادی که حامی جمهوری اسلامی و اسلام هستن برمیگردن میگن که برسات اسلام که فرمان نداده که شما برید یک زن ترنس رو چاقو بزنید، و یا حکمی که نداده به پدری که شما برید فرزند خودتون رو بسوزونید. اگر این اتفاقات میفته این ربطی به اسلام نداره، ربطی به قوانین نداره، و همینجور که سعید دنیرو هم اشاره میکنه میگه که باید فرهنگ سازی بشه از خانواده، و این فرهنگ خراب جامعه هست که منجر به این میشه که یه همچین فجایعی رخ بده. سوال من مشخصا از ایمان این هست، آیا چون برسات ایمان سلیمانی امیری علاوه بر اینکه تاریخ اسلام رو خیلی خوب میدونن و تاریخ شناس هستن و پژوهشگر، حقوقدان هم هستن، توی عنوان اسمشون هم نوشتن که حقوقدان هستن، در حقیقت چقدر نقش قوانین اسلامی رو شما مهم میدونید در بروز یه همچین فجایعی؟ بحث فرهنگی هست به نظر شما در وهله اول، یا مسئله ما با قانون و اون جوهره‌ای هست که اسلام در حقیقت داره و برسه در جامعه اون فرهنگ اسلامی رو حاکمیت به وجود آورده و این فرهنگی که منجر به این فجایع میشه، کدوم رو شما مهمتر میدونید؟ خب میلاد عزیز، طبیعتاً اسلام اجازه نداده که یک پدری فرزند خودش رو به آتش بکشه یا به خاطر حالا انجام یک فعل قبیحی بخواد گردن او رو بزنه، ولی مشکل این است که شما وقتی به مردان این حق رو میدهید که پاسدار حریم خانواده باشند و این فرهنگ در میان مردان وجود ندارد، همان گونه که این بیتی از سعدی رو خواندیم، باید منتظر چنین عواقبی باشید. بخش اعظم این مسئله مسائل فرهنگی است، یعنی مسائلی که در اون نمیتواند زن رو به عنوان یک موجودی مستقل ببینه
یا فرزندان بالغ رو به عنوان کسانی که صاحب اختیار هستند ببینه و به رسمیت بشناسه، در درون جامعه‌ای که تفکرات و اعتقادات باز نیست و همه به دنبال این هستند که یک شکل زندگی بکنند، و خب پدری که سنتی فکر میکنه آن هم در جوامع امروزی که نوع نگاه‌های مدرن و جدید آمده با این فضای ارتباطی، کودکان و پدران یک شکاف عمیقی بین اونها هست. خب پدر سعی میکنه وارد واکنش‌های شدید بشه. متاسفانه قوانین شرعی هم نسبت به مردان و پدران نوعی تساهل و تسامح داره که جای اونها رو از مجازات یا مسائلی از این دست جابجا میکنه. به اعتقاد من قوانین باید مورد حالا کودکان یا زنان رو به شدت مورد حمایت قرار بده، چون در درون یک فرهنگی زندگی میکنن که هر لحظه بوی خشونت نه فقط از شوهر بلکه از پدر و برادر هم به چشم میاد. این موضوع در درون خانواده ها یا شهرهایی که خیلی هنوز سنتی هستند حتی از جانب پسر عموها هم دیده میشه، یعنی اونها به عنوان حالا طایفه‌ای که حق دارن در مورد زنان طایفه خودشون تصمیم بگیرن هم تازه وارد جریان و ماجرا میشن. طبیعی است که این مشکل فرهنگی رو باید هم با آگاهی حل کرد، اما با استفاده از قوانین حمایتی نه از پدر بلکه به فرزند و زن بتوان یک تناسبی رو در درون جامعه برقرار کرد. متاسفانه قوانین ما به جای اینکه از کودکان و مادران یا زنان حمایت بکنه، حمایت و چتر خودش رو بر روی سر پدر گسترانده، یعنی میگوید اگر پدر مرتکب قتل شد از مجازات یا مجازات قصاص معافه، اما اگر مادر چنین کرد مجازات قصاص میشه. خب پدر وقتی چنین مسئله رو میبینه که یک چتر حمایتی ناموجه برای او هست، چه بسا دست به ارتکاب چنین جرائمی هم بزنه. این است که متاسفانه قوانین ما وارونه عمل میکنه در جهت اینکه بتواند آن بخشی از دیدگاه‌های فرهنگی ما که ضعیف بوده و بخشی رو مورد تضییع حقوق قرار داده، مورد حمایت قرار بده، آمده و بخش قدرتمند جامعه رو مورد چتر حمایتی خودش قرار داده. این موضوع هم فرهنگی است و هم قانونی که باید اصلاح بشه. مرسی از توضیحاتتون. تا به اینجا دقیقا درست فرمودین و به پشتوانه قانونه که چنین خشونت‌هایی رو ما می‌بینیم و هر چند وقت یه بار یک فاجعه اینجوری رو شاهد هستیم که یک همچین واقعا فاجعه است. یعنی من فکر می‌کنم که تو قرنی که ما داریم زندگی می‌کنیم الان هر کس در دنیا بشنوه که یک پدری به خاطر داشتن اینکه دخترش دوست پسر داشته اون رو به آتش کشیده، یعنی چیزی نمی‌تونه بگه جز این که شاید انسانیت در اون جامعه به پایان رسیده. و واقعیت اینه که قلب همه به درد میاد و به پشتوانه قانونه که این اتفاقا میفته و ما همون شاهد بودیم که در مورد رومینا که پدرش اون رو با داس کشتش چه اتفاقی افتاد و چه حکمی برای پدرش صادر کردن، در حالی که مادرش خیلی شکایت کرد و در مورد این خیلی پیگیری کرد که من هم جزء اولیای دم حساب میشم و چرا من به عنوان مادر نمیتونم از جمهوری اسلامی که اعدام رو به رسمیت میشناسه و همه آدم‌ها رو یعنی به خاطر جرم‌های مختلف محکوم به اعدام میکنه، چرا الان این اتفاق در مورد بچه من نمیفته، من هم مادر اون بچه بودم. ولی خب گفتن که نه، اون پدرش بوده و حق داشته این کار بکنه و برای اون پدر فقط یه چند سالی رو محکومیت زندان براش قائل شدن. و ما همون دیدیم که چجور با پشتوانه قانون یک پدری با یک همچین توحشی دخترش رو کشت. مرسی از شما برای توضیحاتتون ایمان سلیمانی امیری. من یه نکته رو هم عرض کنم شاید در تکمیل فرمایش شما. ببینید، به دلیل اینکه در قوانین شرعی پدر یک ولایت قهری دارد، ولایت قهری داشتن یعنی اینکه این ولایت قانونی و فراقانونی است، یعنی به نحوی است که کسی حق دخالت در این مسئله رو نداره. شما نمیتوانید ولایت پدر رو تحت هیچ عنوانی سلب بکنید، بلکه میتوان نسب امین کرد که حالا مسائل حقوقی گسترده‌ای داره. این نشان میدهد که پدر یک حقی ذاتی نسبت به فرزندان خودش داره و میتواند با اونها برخوردهایی رو انجام بده که حتی قانون هم نسبت به اونها نمیتونه دست بالا رو داشته باشه. تا زمانی که این قوانین از حالت شرعی اون به یک حالت مدرن و عرفی نرسه، متاسفانه ما دچار این مشکلات عمده خواهیم بود که پدر فکر میکنه
حق هر گونه دخل و تصرف حتی نسبت به اعتقاد فرزندش رو هم داره که با کی ازدواج کنه، چه کسی رو به دوستی برگزینه، و از طرفی هم نسبت به جسم او که میتونه او رو مورد تنبیه قرار بده و حتی بکشه، که البته عرض کردم این کشتن در اسلام نیست، ولی خب وقتی محدودیت های متعددی وجود داره برای مجازات پدر، یک انسانی که با یک فرهنگ سنتی بزرگ شده این حق رو به خودش میده که نسبت به زن یا دختر خودش با یک وجاهت خیلی زشتی برخورد بکنه که زیبنده انسان امروزی نیست. دقیقا. و اینکه این رو تولید و باز تولید میکنه یک رژیمی که تمام قوانینش بر مبنای اسلامه، دقیقا این قضیه رو بسیار پروموت میکنه. و الان همونطور که شما گفتین، نه فقط پدر خانواده، برادرهای مثلا اون دختر، حتی پسرموها، و حتی من میخوام بهتون بگم من خودم به عنوان یک زنی که در یک همچین جامعه زندگی کردم، حتی پسرهای محله هم خودشون رو موظف میدونن که دخالت بکنن در مسائل خصوصی تو، حتی بیان مثلا سر کوچه وایسن و به تو روابط تو دخالت بکنن، و اینکه حالا کی رفت کی اومد، تو داری با کی میری با کی میای، یعنی میخوام بگم به خاطر اینکه و تو نمیتونی هیچ اعتراضی بکنی، و اگر اعتراض بکنی برمیگردن میگن که خب دقیقا تو کار اشتباه رو داری میکنی و تو باید گوش بدی. و اینا تمام همش به خاطر اینه که این رفتارا رو ما میبینیم به خاطر اینکه پشتوانه قانونی داره. خب حالا ما میدونیم که دقیقا طبق قوانین اسلامی نه تنها زنان، حتی کودکان و کویرها هم از این قاعده مستثنا نیستن و مورد خشونت واقع میشن. چقدر در مورد زنان، کودکان و کویرها خشونتی که اعمال میشه، چقدر اسلام، قوانین اسلامی جایگاهشون کجاست دقیقا؟ ببینید، طبیعتاً کودکان به دلیل اینکه حالا بخشی مربوط به این هست که اونها متعلق به پدر هستند و پدر از نام کودک، یعنی نام نیکو نهادن بر کودک گرفته تا بقیه امور رو تحت تصرف داره، و همونطور که اشاره کردم مثلا تنبیه کودکان برای یادگیری احکام اسلامی، وضو، نماز، روزه و اینها، خب دست پدر رو آنقدر باز میگذاره که بتونه بر اعتقادات کودک دخل و تصرف بکنه. در مورد گروه هایی که نوعی همجنسگرایی خاصی دارند، با توجه به اینکه این تمایلات در درون اسلام جرمنگاری شده، مشکل رو چند برابر میکنه. و متاسفانه همجنسگرایان به دلیل اینکه در درون یک جامعه سنتی مثل ایران و به خصوص با قوانین اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفتن و حتی رفتار اونها مجرمانه و گناهکارانه شناخته شده، این مجوز حتی به افراد خانواده اونها داده که در صورت مشاهده بخوان وارد عمل بشن یا به نوعی برای پاک کردن ساحت خودشون از این به اصطلاح بی‌آبرویی دست به اقدامات بسیار خشن و خشونتبار بزنند، که همه اینها برمیگرده به اون تفکرات سنتی که نتوانسته بپذیره انسانها دارای چه عواطفی هستند، چه علایقی دارند، از چه احساساتی برخوردار هستند و مناسبات اجتماعی چگونه شکل میگیره. این نوع دیکته کردن احکام به مردم خب جهانبینی اونها رو تغییر داده، نوع باورهای اجتماعی اونها رو دیگرگون کرده و نتیجتا شما رفتارهایی رو نسبت به همجنسگرایان یا دیگر باشان یا افراد مختلف میبینید که متاسفانه از سوی خانواده اونها نخست ترد میشن حتی، و بعد اگر هم دستشان برسه چه بسا مرتکب جنایاتی بر علیه اونها بشن. مرسی از توضیحاتتون. مینا جان شما اگه سوالی دارین بفرمایین. که اوکی، خب من فکر میکنم که الان ما میدونیم هممون چه اتفاقاتی در مورد تو ایران داره میفته و دقیقا این قوانین داره چطور خشونت ها رو حمایت میکنه و همچنین در افغانستان الان با حضور طالبان. به نظر شما چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم که یک جامعه مثل ایران و افغانستان به سمت برابری جنسیت بره و به این مرحله برسه؟ خب راه بسیار دشواری است، یعنی دورنمای اون بسیار دشواره، ولی این موجب نمیشه که ما دست روی دست بگذاریم و بگیم خب چون دشواره پس باید نشست استراحت کرد و اقدامی نکرد. نه،
بخش اعظم اون با دادن آگاهی به جامعه هست. بخش دیگر سیاست تقنینی است که باید قوایی که در درون اون کشورها هستند، اگر دموکرات هستند، بتوانند قوانینی در حمایت از همه افرادی که به نوعی از طریق سنت مورد تبعیض قرار می گیرند یا از نظر اعتقادی نسبت به حقوق اونها تضییقاتی انجام شده، به تصویب برسه که اونها مورد حمایت قرار بگیرند. در واقع دو پاشنه این مسئله برمی گرده به فرهنگ جدیدی که باید تزریق بشه و سیاست تقنینی که این راهی است که ما باید نسبت به اون بریم. طبیعتاً در درون جوامع سنتی مثل ایران، افغانستان و کشورهای منطقه این راه بسیار دشواره، ولی باید انجام بشه که این برابری جنسیتی در درون جامعه به جایی برسه که امروز مثلا ما میبینیم در شمال اروپا یا در جای دیگر زنان حتی در بالاترین سیاست قانونگذاری در این کشورها با درصد بسیار بالایی قرار میگیرن و خب وقتی قرار میگیرن با فهم موقعیت زنان سعی خواهند کرد قوانینی رو تصویب کنن که بتواند اونها رو مورد حمایت خودش قرار بده. این راهی است که انجام خواهد شد ولی با آگاهی و سیاست تقنینی درست. ممنونم میلا جان، شما سوالتون رو بفرمایید که من مرسی. من در حقیقت نکته که میخوام بگم و سوالی که میخوام بپرسم این هستش که در فضای سیاسی ایران هنوز شاید افراد و جریاناتی هستند که امیدوارند به هر صورت با حفظ سازوکاری که در ایران در قدرت هست، حتی بعضن افرادی که شاید خیلی خوشبین‌تر هستند یا غیر واقع بینانه‌تر به مسائل نگاه میکنند، در چارچوب حفظ مثلا یه حکومتی مثل طالبان در افغانستان، معتقدن که شاید بشه به سمت برابری جنسیتی حرکت کرد از طریق حالا جنبش‌های اجتماعی، نافرمانی مدنی، جنبش اصلاحات، بشه بتونن که به این سمت به هر صورت میل بکنن. بحثشون هم این هستش که به هر صورت نقد به اسلام حرکت‌های تند و رادیکال کار رو سخت می‌کنه، نباید اسلام رو نقد کرد، نباید حرکت‌های براندازانه انجام داد، نباید سازوکاری رو فراهم کرد که زیر مجموعه حقیقت امنیت ملی فعالیت ها تعریف بشه. وقتی که شما این نکات رو رعایت بکنید اون وقت میتونید سازوکاری رو داشته باشید که زنان به سمت برابری جنسیتی پیش برن، حق و حقوق پیدا بکنن و غیره. نمونش فمینیست اسلامی هایی که حالا میدونیم که چه سازوکاری دارن و حالا افراد دیگه. به نظر شما چقدر این گزاره درست است؟ آیا واقعا تا زمانی که حکومت‌های اسلامی با این قوانینی که به هر صورت جاری و ساری می‌کنن در ایران و افغانستان و سایر کشورهای اسلام زده خاورمیانه، ما میتونیم امیدوار باشیم که کشورها به سمت برابری جنسیتی میل بکنن یا نه لازمش به نظر شما اول براندازی و تغییر قوانین هست برای اینکه به هر صورت به یه جامعه برسیم که حداقل شبیه همون کشورهای اروپای غربی باشه که شما ازش مثال زدید؟ میلاد جان، من فکر میکنم ما سه گروه مخالف برابری جنسیتی زنان و مردان داریم. گروه اول زنانی هستند که دل در شریعت دارن، یعنی وقتی شما به این زنان عزیز میفرمایید که دوست گرامی من بانوی نازنین حقوق تو با مرد برابر است، گویی او رو از جایگاهی که خدا برای او تعریف کرده دارید برمیدارید، دین و ایمان او رو میگیرید و در ازای او میخواهید مثلا یک حقوق نصف و نیمهی به او بدهید. برخی از این زنان حتی به وضعیت موجود راضی هن. یعنی ما مشاهده میکنیم زنانی که مثلا در مجالس قانونگذاری ایران حضور دارن بارها از این نابرابری جنسیتی به عنوان نگاه لطیف خدا به جنس زن نام میبرن یا برخی از این القاب و عناوین تعارفی رو دائما تکرار میکنن. خب اینها یه گروه هستن. گروه دوم که تعداد اونها هم کمی بیشتر هست مردان هستن، مردانی که از وضع موجود راضی هستن، مردانی که معتقد هستن نباید به زنان بیش از اندازه بها داد، اونها رو در زندگی سهیم کرد، اونها رو حقوق برابری داد که بتوانن از مردان مطالبه بکنن و در نتیجه این افراد هم وقتی در درون جامعه هستن از وضع موجود ناراضی هستن و چه بسا با عدم دانش و آگاهی خودشون پاسدار سنت و همین نابرابری جنسی میان زن و مرد. گروه سوم حکومت‌های اسلامی هستند. بسیاری از این حکومت‌های اسلامی که خب قرائت خاصی از دین اسلام رو هم دارن که یک اسلام سنتی است، سعی می‌کنن به وضع قوانین شرعی مبادرت بکنن که هر کجای اون رو بگیرید طبیعتا برتری مردان تثبیت میشه، برتری مردان به رسمیت شناخته میشه و برای تغییر این جامعه
همان گونه که عرض کردم نیازمند کار فرهنگی و در صورت براندازی نیاز به کار تعلیمی است. اینکه عده‌ای معتقدند نبایستی نقد کرد مسائل تبعیض‌آمیز دین اسلام رو فاقد وجاهته. طبیعتاً برای دادن آگاهی به زنان و تغییر وضع موجود شما باید نقد بکنید. با خواهش و التماس نمیشه کاری رو انجام داد، کما اینکه در این 1400 سال نشده. اگر میشد که مشکلی وجود نداشت، امروز جوامع اسلامی باید پیشرو بودن، حتی جلوتر از کشورهای اروپایی، ولی میبینیم نشده. شما در درون جامعه زندگی میکنید که وقتی قرار هست زنان حق رأی داشته باشند به عنوان نیمی از انسانهای یک جامعه، میبینید با منع شرعی رو به رو هم. ما کم نداریم سخنان مدرسها، خمینیها و دیگران رو که به صراحت زنان رو تحت قیمومیت مردان دانستن که حق رأی هم حتی ندارن. امروز در درون جامعه ایران شما نگاه بکنید، زن حق ریاست جمهوری نداره. شورای نگهبان که صلاحیت کاندیداها رو بر اساس آن دیدگاه فقهی و قانون اساسی تبیین میکنه، بلافاصله اونها رو رد میکنه. این همان نگاهی است که حکومت نسبت به زنان داره، که نمیخواد اونها رو در درون جامعه هم به عنوان یک شهروند دارای رتبه بالا تثبیت بکنه. بنابراین این سه گروه وجود دارن و بدون نقد اسلام و بدون نشان دادن شواهد تجربی نمیتوان رو به سمت جلو حرکت کرد. به عنوان مثال من عرض کنم، من چند شب پیش در یکی از این اتاقهای کلاب هاوس که بودم، دوستی پرسشی داشت و من اینگونه پاسخ دادم که ما راه برون رفت از وضعیت امروز ایران یا اون تفکرات رو در دو قسمت میبینیم. یکی نگاه به درون متون دینی است برای نشان دادن غیر انسانی و غیر اخلاقی بودن آن و تعارضات آن. دو، نگاه بیرونی، یعنی وقتی در درون جامعه فکری اسلامی میگویند زنان تحت قیمومیتند، یا روایات پیامبر اسلام که میگوید اگر جامعه ای زنی رو به عنوان حکمران انتخاب بکنه، زیر زمین بهتر از روی زمین برای مردانه، شما میتوانید آلمان رو نشان بدهید که یک خانومی توانسته 16 سال قدرت اول اقتصادی اروپا رو بگردانه. شما می توانید کشورهای شمال اروپا رو نشان بدهید که با حضور زنان در مسند حکمرانی یا در قوه تقنینی توانستن رو به سمت جلو حرکت کنند. اگر زن نمی تواند قاضی بشود، شما می توانید دیوان عالی ایالات متحده رو نشان بدهید که زنانی به اون مدارج بالا می رسند. بنابراین اینها رو با شواهد بیرونی هم می توان نقض کرد. پس این به نظر من کاملا مطلبی است خلاف واقع، که نباید نقد دین اسلام رو کرد که جامعه رادیکال نشود یا از این دست مسائل. تمام جوامعی که حالا غرب این راه رو رفتن از همین نقد دین آغاز کردن به عنوان مهمترین سد برابری جنسیتی که میان مردان و زنان بوده. در واقع در این دین هست که این تبعیض‌ها به رسمیت شناخته شده. فضلنا بعضهم علی بعضن که میگوید در قرآن، یعنی همین، یعنی خداوند به مردان فضیلتی داده و به زنان اون رو نداده، به همین دلیل این مردان هستن که بر زنان فضیلت دارن. باید این سد رو با آگاهی و مبارزه آگاهانه شکست. مرسی از توضیحاتتون. یکی از دوستان مخاطبمون سوال کردن که منظورتون فقط نقد، منظورتون مبارزه سازماندهی شده در قالب حزب و سازمان هست؟ این سوال رو از شما پرسیدن. من فکر میکنم که حالا در توضیحاتتون شما اشاره کردین بهش. اگر فکر میکنین که توضیح بیشتری بابت این سوال بعد بدین، بفرمین. طبیعتاً مبارزات سازمانی و سازماندهی شده هم مطلوبه، یعنی شما باید تشکل‌های زنان رو گسترش بدید، مطالبات اونها رو فراگیرتر بکنید، نه فقط صرفاً به یک مطالبه، و بعد بتوانید توجهات رو جلب بکنید، آگاهی بدید، مردم رو به مبارزات مدنی دعوت بکنید. این راهی است که طبیعتاً میتواند در کنار نقد بسیار بسیار مفید واقع بشه، و این مطلبی است که خود من هم به اون اقرار و معترفم. یعنی فقط نمی‌شود نقد کرد، بله نقد آگاهی میده، اما شما با مبارزات سازماندهی شده، مبارزات مدنی، می توانید زنان رو متشکل بکنید و بدانند چه قدرتی رو در اختیار دارند و تا چه اندازه هم بسیاری از مردان هم می توانند در کنار اونها در این مبارزه مشارکت و سهیم باشند. این کاملا مطلوبه.
مرسی از توضیحتون. من فکر میکنم که من خودم میخواستم یه سوالی ازتون بپرسم. البته تو توضیحات قبلیتون شما رو توضیح دادین که چقدر نقد اسلام و به نوعی افشاگری در مورد قوانین اسلام میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه. چقدر فکر میکنین خود زنها، یعنی اینکه چقدر زنها خودشون مطالبه گر حقوق خودشون باشن و اسلام رو نقد بکنن؟ البته در توضیحاتتون، در جای جای از توضیحاتتون شما به این پرداختین، ولی چقدر فکر میکنین که نقش خودشون در این زمینه مهمه؟ اینکه مردان در کنار زنها باشن قطعا خیلی مهمه و خیلی میتونه پررنگتر بکنه این مبارزات رو، ولی چقدر فکر میکنه نقش خودشون مهمه؟ اینکه خودشون تو صحنه باشن، مطالبه گری بکنن حقوق خودشون رو و زیر سوال ببرن، به چالش بکشن اسلامی رو که در اون هیچ حق و حقوقی برای زنها قائل نشده که ما بخوایم در مورد جزئیاتش حتی صحبت بکنیم. بله، من از یه تعبیر اسلامی استفاده کنم که میگه حرمت امامزاده با متولی اونه. خب طبیعتا زنان به عنوان کسانی که مهمترین ویژگی ها و حقوقشون مورد تضییع قرار گرفته، بعد از آگاهی نسبت به این تضییع حقوق باید وارد عرصه بشن. این که صرفا مردان هم بتوانند به اونها کمک کنند جای خوبی است، ولی خود زنان هم باید به این مسئله اشراف داشته باشند و وارد عمل بشن که هیچ کسی حاضر نیست بیاید حقوق اونها رو دو دستی تقدیم اونها بکنه. من عرض کردم سه مانع برای زنان ما وجود داره، یعنی زنانی که برابری طلب هستند. یکی خود زنانی هستند که از این نابرابری به عنوان یک اعتقاد یا باور پاسداری میکنن، مردانی هستند که از وضع موجود رضایت دارن و حکومتی هم که مرد سالاره و طبیعتا دوست نداره زنان مشارکتی در سطح جامعه داشته باشن، فقط صرفا سیاهی لشکرهایی باشن که هر 4 سال یا هر 5 سال بیان در انتخابات شرکت بکنن و اون نظام رو مشروعیت بدن. اما برای مشارکت های کلان نیاز نیست که زنان استفاده کنند. اینها موانع توسعه و برابری جنسیتی است که متاسفانه در جامعه ما وجود داره و مهمترین کسانی که میتوانند این صد رو بشکنند خود زنان هستند و مردها هم در کنار اونها میتوانند مشارکت کنند. مرسی از توضیحات شما. من فکر میکنم که خب میلا جان شما که سوالی ندارین. دقیقا. خب جناب سلیمانی امیری، من فکر میکنم که میتونیم به جنبندی برسیم، یعنی که الان با توجه به توضیحات شما اگر جنبندی فکر میکنیم برای برنامه امشب، موضوع امشب داریم، بفرمایید. خواهش میکنم. بله، جنبندی من این است که ما میراثدار یک تفکر نابرابر جنسیتی هستیم که جنبه تقدس هم پیدا کرد، یعنی اینکه خداوند چون این خواسته که زنان موجوداتی در خدمت مردان باشند، مردان به خاطر نقایص زنان وظیفه حفاظت و پاسداری از اونها رو به عهده دارند و طبیعتاً رئیس خانواده میتواند در مورد فرزندان خودش هم تصمیم بگیره. شریعت اسلامی با توجه به نگاه قبایلی و ادیان گذشته این جهانبینی و تفکر رو داشته که مرد سالار باشد و این رو تثبیت کرده. خب چه باید کرد با این وضعیت؟ مهم این است که ما نشان بدهیم این قوانینی که به ظاهر الهی و مقدس هستند برآمده از نوعی سنت فکری عربی است، نه آن چیزی که خدش ناپذیر باشد، نه آن چیزی که تغییر ناپذیر باشه، نه آن چیزی که تبدیل ناپذیر باشه. و از طرف دیگر با نشان دادن تجربیات جهان غرب نشان بدهیم که زنان هم می توانند نه تنها مشارکت بکنند، بلکه به سطوح بالای جامعه در حوزه‌های علمی گرفته تا سیاسی و تجاری و اقتصادی هم برسند. این است که این نیازمند یک آگاهی سراسری دارد که متاسفانه بسیاری از افرادی که به ظاهر هم انسان‌های مدرنی هستند به خاطر اون علاقه و علقه‌های مذهبی دوست ندارند برای رهایی زنان نقدی به دین بشود. بنابراین یک بهانه جویی هایی رو هم خب در کلامشون هم دارن، در عمل هم دچار یک ترس و واهمه ای هستن. ولی من معتقد هستم بخشی از زنان ما که فعال حقوق بشر یا فعالیت های برابری طلبانه هستن هم متاسفانه سطح مطالبات زنان رو گاهی تقلیل دادن، در حالی که این کار باید بسیار گسترده تر و فراگیرتر باشه و از طرف دیگر علاوه بر آگاهی نیازمند یک مشارکت و سازماندهی گسترده، حمایت رسانه‌ها و مردانی که حتی از این برابری حمایت می‌کنند، زنان رو می‌تواند خیلی سریع به جایی برساند که
بتوانند به عنوان شهروند درجه اول همپا و همدوش و همسایه مردان در درون جامعه به پیش ببرند. من عرضم کنم. مرسی از توضیحاتتون. میلا جان اگر شما نکته و یه توضیحی دارین بفرمایین تا انتهای برنامه فرصتی نداریم. من نکته خاصی ندارم. تشکر میکنم از ایمان سلیمانی امیری که علیرغم گرفتاری و مشغله‌ای که داشتن دعوت ما رو متعدد پذیرا شدن، در این برنامه همراه ما بودن. فکر میکنم 2 سال پیش بود که ما یه سری مجموعه برنامه های رو با ایمان سلیمانی امیری بستیم در چارچوب برنامه های نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی تحت عنوان روشنفکری دینی. امروز که در کلاب هاوس صحبت میکرد، یعنی گوش میدادم صحبت ها رو در یک اتاقی که در رابطه با همین بحث روشن فکر دینی بود، خیلی نکاتی که ما 2 سال پیش در اون برنامه مطرح کرده بودیم گفتمان غالبی بود که در این اتاق مطرح میشد. من حتما پادکست اون برنامه ها رو مجدد در کانال خواهم گذاشت. باعث افتخار ماست که سالهاست در کنار ایمان سلیمانی امیری برنامه مختلفی رو تدارک دیدیم و به نوعی میشه گفت این گفتمان امروز در جامعه حداقل یک بخش که بواسطه آتئیست هستند، خدا ناباور هستند، غالب شده و دست بالا رو گرفته. از این بابت از زحمات ایمان سلیمانی امیری به شخصه تشکر میکنم و امیدوار هستم که در آینده حتما مجدد بتونیم از حضور ایمان بسیار عزیز در برنامه هامون استفاده بکنیم. همچنین تشکر از مخاطبین عزیزی که برنامه رو دیدن، امین بسیار گرامی که کامنت داد و سوال پرسید، دوستان دیگه که برنامه رو دیدن. خیلی خیلی از تک تکتون سپاسگزارم و ممنون که برنامه رو دیدید. من نکته دیگه این مرسی میلا جان. من فقط پیرو صحبتایی که ایمان سلیمانی امیری داشتن در قالب اینکه یک سری دقیقاً به جای اینکه در این زمینه در به زنها کمک بکنن بیشتر باعث شدن که حقوق اونها رو تقلیل بدن، یک کلابی بود چند روز پیش، من خودم در اون شرکت کردم، یک سری از دقیقاً از همین روشنفکران دینی و دیگه نمیدونم چی بگم اصلاح طلبایی که هستن و همچنان دارن میکوبن بر طبل اصلاح طلبیشون، داشتن مثال می آوردن از اینکه الان در رژیم جمهوری اسلامی هم ما نماینده زن داریم، ما این همه زنانی داریم که در منصبهای دولتی هستن و شما چرا میگین که حق حقوق زنها در این قضیه پایمال شده. و خیلی به نظر من بیشتر شبیه جوک بود، یعنی اینکه خیلی جالبه که الان در یک دولت جدید ابراهیم رئیسی یک کسی رو آوردن و شده مشاور زنان در دولت رئیسی که واقعا شرم‌آور هر حرفایی که در مورد زنان میزنه و میاد میگه که من خودم یک کسی بودم که 13 سالگی ازدواج کردم و ازدواج برای دخترها در این سنی خیلی هم خوبه و من این تجربه رو داشتم و خیلی هم خوشحالم از اینکه یک همچین زندگی داشتم. و میاد میگه که و در جاهای دیگه اومده جدیدن گفته که به نظر من نمیخواد ما پژوهش و مطالعات تحقیقاتی در مورد زنان داشته باشیم، به نظر من فقط باید عمل بکنیم و این عملهامون رو باید از حجاب شروع بکنیم و بیشتر در این زمینه تلاش بکنیم. و یک میخوام بگم که وقتی که یک همچین زنی رو حالا آوردن توی یک رژیمی که دقیقا مردسالاره و دقیقا داره تولید و بازتولید میکنه مردسالاره رو، خشونت علیه زنان رو، سرکوب سیستماتیک زنان رو داره، شما چطور توقع دارین که یک زنی هم که به اون منصب دولتی دادن از حقوق زنان صحبت بکنه و بخواد که حقوق زنان رو مطالبه بکنه؟ برای همین من فکر میکنم که بیشتر شبیه جوک حرفاشون. و البته خیلی خوشحالم که در فضایی که الان داریم میبینیم با وجود مدیای اجتماعی و همین الان کلاب هاوس هم خیلی به کمکمون بیشتر اومده، خیلی من واقعا تمام جوانهایی رو میبینم که از ایران در این اتاقا شرکت میکنن و خیلی صحبتهای بسیار عالی دارن و طرز تفکرشون واقعا قابل تقدیره و من خوشحالم که چنین حرفهایی نمیتونه تاثیرگذار باشه رو اونها و فکر میکنم که مکانیزم جامعه خودش داره به اون سمتی میره که واقعا برابری طلب باشه و مطالبه بکنه حقوق زنها رو. من هم نوبه خانم یک نفس عزیز، من یه نکته رو عرض کنم. حتما. ببینید اینهایی هم که اتفاقا در مجلس هستند یا مثل خانم انسیه خزعلی و دیگران که حالا به نوعی در این تشکیلات هستند، اینا همون گروه اولی هستند که من عرض کردم، یعنی کسانی که اتفاقا نابرابری جنسیتی زنان و مردان رو به عنوان یک مسئله اعتقادی پذیرفتن. اینها مدافع حقوق زنان نیستن، اینها قوانین یا حالا به نوعی طرح یا لایحه‌ای رو به مجلس نمیبرن یا تصویب نمی‌کنن که
ما در اون ببینیم حقوق زنان به رسمیت شناخته شده. اینها از آن بخشی که به عنوان زنان کم خطر هستند که به این تبعیض به عنوان یک باور یا اعتقاد رسمیت دادن دعوت کردند که شما هم بیایید در درون دستگاه. شما اگر به تعداد محدود این زنان هم نگاه بکنید، آنقدر خودشون رو، حتی چشمان خودشون رو هم پوشاندن که گاهی من میترسم که اینها در چجوری اصلا راه میرن یا مثلا به جایی برخورد میکنن یا نمیکنن. در واقع مشکلات این عزیزان خیلی گسترده است. ما زنان آزاده ای رو میخوایم که در درون مجلس بتوانن از برابری جنسیتی دفاع بکنن، نه صرفا زنانی که به عنوان سیاهی لشکر میان و اتفاقا به این تبعیض ها جنبه الهی و تقدس هم میدن. من عرضم تمام. دقیقا. و ضمن اینکه حالا به نوعی یکی از دوستان، یکی از مخاطبین درست گفتن، خب شغلشون هم هست دیگه، بالاخره همه انسان ها در برابر شغلی که دارن مسئولیت دارن و باید بابت پولی که میگیرن خیلی منصفانه تلاش بکنن. خب بالاخره این هم یک نوع شغل برای اونها. و اینکه حالا انسانیت زیر سوال میره و اینکه چقدر زن ها این وسط حقوقشون پایمال میشه و مورد سرکوب قرار میگیرن که دیگه براشون مهم نیست. منم به نوبه خودم تشکر میکنم از ایمان سلیمانی امیری که مثل همیشه ما رو همراهی کردن، دعوت ما رو پذیرفتن. و میگم ما هر وقت که ایمان سلیمانی امیری رو در برنامه داریم و قبل از برنامه اطلاعیه برنامه رو ما منتشر میکنیم، انقدر من کامنت میگیرم از اینکه مرسی، تشکر میکنن از اینکه دوباره ایشون رو در برنامه داریم. من هم تشکر میکنم با توجه به اینکه شرایطتون مساعد نبود ما رو در این برنامه همراهی کردید. امیدوارم که همیشه شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. مرسی از همه شما مخاطبین که تا این لحظه ما رو به تماشا نشستین. مرسی از تو میلاد. برای ما کامنت بذارین دوستان، راه های ارتباطی ما رو دارین، برای ما بنویسین پیشنهاداتتون، انتقاداتتون. و اینکه اگر میخواین راجع به موضوع خاصی، برنامه خاصی ترتیب داده بشه و یا کارشناس مورد نظر دعوت بشه، حتما ما رو در جریان بذارین. قطعا برای رو به جلو بودن ما به ما کمک خواهد کرد. ما رو از مدیاهای اجتماعیمون دنبال کنین، صفحه اینستاگراممون، صفحه فیسبوکمون، کانال تلگراممون، کانال یوتیوبمون و وبسایت نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. و اگر که بخواین عضو نهاد اکس مسلم بشین، قطعا لینک عضویت رو در وبسایت ما پیدا خواهین کرد. بازم مرسی از همه. شب و روزگار همگی خوش و بای.